سلام برای در عزیز مهمون عزیز با انتظار آمدین مخصوصا که امروز هم عشق خواهیم داشت باید به انتظار بیایم که امروز هم که این عشق رو داریم میخوایم قسمت هایی هم که توی موعظه میخوایم در مورد عشق هم صحبت کنیم که دوباره بدونیم معنی این عشق رو بدونیم چقدر چیز مهمی است یه حکمی هست که خداوند داده یه چیزی نیست که خداوند میگه که اگر بخواین اشا رو میتونیم ورداریم بلکه اینجا میگه که یک جایی گذاشته برای ما که در این دنیا یک مکانی گذاشته که بتونیم در این اشا با او ملاقات داشته باشیم ما چند مدتی هست که در مورد در مورد محبت خدا صحبت کردیم در مورد مجذوبیت خدا صحبت کردیم صدا بلند نیست؟ نه؟ احساس میکنن خیلی بلنده گود uh, در مورد مجذوبیت خدا صحبت کردیم که با ما یک همون که خدا ما رو محبوب خوانده چطور بتونیم در شادی خدا زندگی بکنیم و بعضی وقت هست که ما اشتباه فکر می‌کنیم. فکر میکنیم من باید با زور یک کاری انجام بدم که در شادی خدا زندگی کنم فقط ما باید اگر یه کسی که هنوز این فیض رو نف... نفهمیده این فیضی که خداوند به ما بخشیده هیچ موقع نمیتونه در شادی زندگی کنه فیض یه چیزی نیست یه تعلیمی نیست که ما به دست میاریم فیض یک شخصی هست و شخص عیسی مسیح است آمین. آمین زمانی که ما در مورد فیض صحبت میکنیم و تعلیم میدیم ما بر و همه چی رو میتونیم خوب توضیح بدیم بعد همینطور هم میتونیم زیر فی زندگی نکنیم بلکه زیر شریعت زندگی کنیم زمانی که موارد شریعت میشیم اتوماتیک دیگه چی میاد؟ شادی از ما ورداشته میشه غم میاد، ناراحتی میاد، بار میاد روی زندگی ما و نمیتونیم اینطوری در آزادی زندگی کنیم فیس ما رو به آزادی هدایت میکنه شریعت ما رو به محکومیت هدایت میکنه دائما ما در محکومیت زندگی کنیم چون فکر میکنیم من باید یک کارای انجام بدم که رضامندی خدا رو به دست بیارم من فکر میکنم یک موضوعی هست که دائما باید در موردش صحبت کرد و همینطورم یادآوری کرد من سالها طول کشید که موضوع فیض رو فهمیدم و زمانی که من گفتم که آها الان فهمیدم هنوز متوجه شدم بعد از سالها دوباره هنوز نفهمیدم درست شاید قسمت هایی فهمیدم چون زندگی ما به حال روی این چیز ساخته شده ما دوست فکر, فکر میکنه ما باید برای خدا کارهای انجام بدیم خدمت‌هایی انجام بدیم و ما یه چیزایی انجام بدیم یه چیز رو به دست بیاریم بعد از این خدا میگه که آفرین آلبرت همه چی رو خوب کردین الان یه جایزه به تو میدم این روش زندگی دنیاست و اینطوری ما بزرگ میشیم ما فکر میکنیم برال در مسیحیت هم همینطورم، هم باید انجام بدیم الان ایمان رو به عیسی مسیح الان بعد از یه مدت یه عشقی آمده در قلب من و معنی صلیب رو فهمیدم گناه من آمرزیده شده فقط بعد از یه مدت دوباره برمیگردیم به این زندگی شریعت و فکر میکنیم الان شریعت چی میگه؟ شریعت میگه تو باید اطاعت کنی درسته؟ شریعت میگه این قانون این شریعت این کلام خودست، تو باید اطاعت کنی میدونی خوبی عهد جدید یا خوبی فیض اینه که شریعت میگه که تو باید کار کنی که به حال یه چیز رو به دست بیاری یعنی نه یه چیز رو به دست بیاری بلکه رضامندی خدا رو به دست بیاری محبت خدا رو به دست بیاری فیض میگه که تو چیزایی که خدا برای تو آماده کرده دریافت کن و این به تو قدرت میده که اطاعت کنی برعکسه یا yeah. خدا یه چیزی به تو میبخشه تو زیر این فیض زندگی میکنی بدون اینکه من باید به خواهی کاری انجام بدم خدا اول به تو میگه که من دوستت دارم عاشق تو ازم همینطور که تو هستی قبولت دارم و الان این قدرت این محبت من رو دریافت کن زمانی که این رو دریافت میکنیم بعد از این, این اتوماتیک دیگه شروع میکنیم به اطاعت کردن دیگه اطاعت دیگه مثل سربازی نیست که الان من باید اطاعت کنم بلکه یک چیز داوطلبانه هست خود عیسی مسیح بهترین فکر میکنم نمونه ای هست دائما اطاعت میکرد از پدر و چرا هر دفعه میگفت پدر منو دوست داره به این خاطر من اراده او را انجام میدم چقدر زیبا زمانی که ما به یه جایی برسیم که واقعا از این فیض خدا که هر روز برای ما ورداریم محبت رو ورداریم اتوماتیک خواهیم دید که اون موقع مشکل، مشکلی نداریم که مثال میگم کلام خدا رو میخونیم یه یه چیزهایی نوشته شده که مثلا چطور باید زندگی من عوض بشه یا موعظه میشنویم یعنی تو این الان پاستور و هر کسی هم هست واعظ یه حرفی میزنه که واقعا به دلت به دلت میخوری چیزهایی باید در زندگی تو عوض بشه یه کسی که در شریعت فکر میکنه میگه آها چرا من اینطوری چرا من باید کارهایی چرا الان پاستور یا واعظ اینطوری صحبت کرده چرا من باید اینطوری عوض کنم چرا باید اینطوری کنم این چرا چرا چراها نشانه اینه که هنوز زیر فیض خدا زندگی نمی کنیم. چون فیض خدا درونش محبت خداست قدرت خداش حضور خداست به این خاطر میگم فیض تعلیم نیست هر چقدر من تعلیم میدم بلکه آخر فیض یعنی خود شخص عیسی مسیح و این باعث میشه عزیزامون که ما میتونیم در شادی زندگی کنیم هر چقدر توی شکست هر چقدر هم اشتباه میکنیم هر چقدر هم گناه میکنیم نمیخوام اگه عمدن گناه میکنه برای سعی میکنی درست زندگی کنی یهو میبینی که دوباره اونجا یه چیزی یه دروغی گفتی اینجا یه جایی هست که مثلا تظاهر کردیم یه جایی هست که مثلا ریاکاری کردیم این همه در همه ما هست عزیزان ریاکاری هنوز در همه ما هست و اینجا کار خداست که روز به روز که این فیض رو دریافت میکنی، محبت خدا رو دریافت می میبینیم که چطور زندگی ما یواش یواش عوض میشه یه چیزی که برای من یک سال پیش خیلی سخت بود خیلی راحت تر میشه تجربه رو کردین کسی <تصفح> هست که این تجربه رو کرده خیلی کم تجربه رو کردن پس الان احتیاج واقعا به فیض خدا دارید <تصفح> <تصفح> در تحتیق واقعا قوم اسرائیل باید اطاعت میکردن از شریعت اینجا فقط میبینید در عهد جدید اینجا میگه که در رومیان باب یک اینجا میگه که ما به واسطه وی یعنی عیسی مسیح به خاطر نام او فیض یافتیم که رسول باشیم برای اطاعت ایمان در جمعه امتها به خاطر اسم او یعنی اطاعت چی میکنیم؟ اطاعت از چی میکنیم؟ اطاعت ایمانه من باید از ایمان اطاعت کنم من باید یاد بگیرم که اول به خدا به کلام خدا یا یعنی خود به خود عیسی مسیح باید اعتماد کنم به او درست ایمان داشته باشم به کلامی که گفته نه درست کار کنم برای خدا درست ایمان داشته باشم چون تو ایمان درست ایمان داشتم به کلام ات ات اطمینان کردن به کلام تو زندگی تو سرمایی گذاری میکنی روی کلام او اون موقع در اطاعت ایمان زندگی میکنی روی او حساب میکنی که اوست که تو رو هدایت میکنه اوست که تو رو هر چیزایی که ما در برای زندگی خودمون احتیاج داریم او به ما میبخشه در زمان خودش هم زمان باور میکنم به با وعده های او روز به روز هر چقدر من متوجه نشده باشم من رشد میکنم در او من ایمان دارم یا اطاعت میکنم به ایمان یعنی به کلام خدا اعتماد میکنم این میشه در عهد جدید اطاعت آمین زمانی که مثال میگم زمانی که به یه جایی قرار میگیری که تو باید یه چیزی انجام بدی زندگی تو باید در هایی باید عوض بشه اتوماتیک ما سعی میکنیم یه کاری انجام داد انجام بدیم فلحقی چه کاری میکنیم ناعتاتی میکنیم از ایمان چون جایی عیسی مسیح میگه که صبر کن من زمانش به تو خواهم داد و تو رو تبدیل خواهم کرد زمانی که ستوپ میکنم و میگم خدا من تو اینو گفتی و من منتظر تو هستم اطمینان دارم تو همه چی رو برای من فراهم کردی تو اطاعت کردی از ایمان و آخرشم نتیجهش شادیه و حتی مطمئن هست مطمئن میتونی باشه که این چیزایی که الان هست یا تغییراتی باید زندگی تو انجام بشه به اونجا خواهی رسید این میشه اطاعت کردن از ایمان ایمان یعنی اطمینان به شخص عیسی مسیح و کلامایی که از ذهن خودش آمده و این روش زمانی که درست ایمان داشته باشیم درستم در صداقتم زندگی میکنیم و شادی هم میاد آرامش هم میاد حتی در سختی ها حتی در طوفان ها در همه قسمت های زندگیمون پس اطاعت کردن به ایمان به کلام هم زمانم هم زمانی که من زندگی می کنم روی خداست که کلام خدا در رومیان نوشته آیا نمیدونی که مهربانی خداست که ما رو به توبه هدایت میکنه؟ یادت هست؟ مهربانی خدا یعنی زمانی که خدا میاد به تو یه گناه رو نشون میده و تو شوکه میشی میگه این واقعا منم خدا میگه این تو هستی و اونجا زمانی که چرا به من نشون دادی گفته این مهربانی منه محبت من من نشون دادم این قده رو که در تو هست این سرطانی که در تو هست که تو رو آزاد کنم پس این محبته پس هر موقع به یه جای قرار میگیری به شکست تو روبروی شکست تو شدی خرابکاری تو رو دیدی نمیدونم حتی تو دام شیطان افتادی و خدا این چیزها رو برای تو باز کردی این مهربانی خداست که از این دام تو رو بیرون کنه ما خیلی هستیم که ما خیلی هستیم که ما در, در زیر دام شیطان زندگی میکنیم پاهامون بسته دستمون بسته و اطلاع نداریم و بعد از این میگیم که چرا زندگی من اینطوری تلخه چرا اینطوری چرا 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 ها میان و زمانی که من با دعا میکنیم و میگیم خدا من بیا منو آزاد کن خدا پس الان نمیاد اینجا آزاد کنه خدا اول بیاد با فیض خودش اول به تو نشون میده که چه چیزی باعث شد که توی این اسارت رفتیم و زمانی که متوجه شدی ناعتاعتی تو بود کل شخی خودت بود که توی دام شیطان افتادی اون ما شکه میشی فقط یه قسمت هم میتونی بگی مرسی خداوند که من نشان نشون دادی که امروز واقعا توبه میکنم بازگشت میکنم مرسی من رو دوست داری و, و محبت توست که به من من رو راهنمایی کرد توبه میکنی بازگشت میکنی آزاد میشی پس اطاعت کردی از ایمان و فیض خدا هم اون موقع میاد زندگی تو رو دیگر گو کرد اگر یه کسی هست که اینجا موافقه بگه آمین و این باعث میشه که ما در شادی زندگی کنیم عزیزان چون بعضی وقت احساس میکنم در مورد این مجذوبیت این صحبت کردیم ما فکر میکنم آلی یه کاری باید انجام بدم شاد باشم از عیسی مسیح مجذوبیت عیسی رو داشته باشم مجذوب عیسی باشم یا نه مذوب عیسی میتونم باشم زمانی که نگاه میکنم که او چه فیضی به من بخشیده چه راهی برای من رفته که منو از این حلاکت آزاد کرده و به اندازه کافی توی کلیسامون هم و توی ماهواره هم اونقدر موعظه میشه عیسی مسیح شکنجه دید که من شکنجه نبینم عیسی مسیح داوری شد که من داوری نشم عیسی مسیح ملعون شد که من زیر برکت خدا بیفتم عیسی مسیح گناه شد که من در عدالت خدا زندگی کنم این تمام چیزهایی هستن حقیقت هست حقیقت هایی هستن که اینو باش زندگی میکنم دیگه زیر لعنت من نیستم چون عیسی معلوم شده این باعثه که فقط میتونم شروع کنم حال من خوب باشه حال من بد باشه هر موقعیتم قرار بگیرم حقیقت میمونه عیسی مسیح 2000 سال پیش معلوم شد که امروز در زیر برکت خدا زندگی کنه این حقیقتشه و اینو اعلام میکنم همینطور مرسی خداوند الان شکنجه تو شدی تو از حق خودت گذشتی همه چی رو فدا کردی روی صلیب میتونستی لعنت کنی این کارو نکردی همه چی رو پذیرفتی چرا چون منو بلند کنی خداوند مرسی خداوند شکرت تو مردی روی صلیب همه چی رو تحمل کردی مردی نه به خاطر خودت بلکه به خاطر من که منو از مردگان زنده کن این باعث این حقیقت باعث شادی من میشه و هر موقعیتی که ما قرار گرفتیم این میشه زیر فیض خدا زندگی کردن در پرستش زندگی کردن این چیزی که الان خواهرمون کلاله در مزامیر خوند در باغ عدن چه چه اتفاقی افتاد آدم و هوا زمانی که خدا خداوند گفت از این درخت نخور اگر بخوری خواهی مرد و شیطان میاد میگه نه نخواهی مرد چشمات باز میشه میبینی که چه چیزی خوبه چه چیزی بده درست چشمای هوا آدم و هوا باز شدن چی شد چی دیدن اوریان خودش گفته چشمات باز میشه میبینی که خوبی رو بد رو میتونی تشخیص بدی میتونی الان چیز کنی این نشانه اینه که انسان دنبال حکمت دنبال یه چیز من میدونم من میخوام همه چی رو بدونم تصمیم گیری کنم اولین چیزی که خودشون متوجه شدن که اوریان هستن زمانی که دنبال این یه قسمت شریعته خوب و بد و یا این درخت معرفتی نیکوبت یا و این باعث میشه که خودمون نگاه میکنه میبینیم خله میبینیم در زندگیمون میبینیم اصلا به درد نمیخوره بدون عیسی مسیح بدون خدا عزیزان ما به درد نمیخوریم آمین. آمین به درد نمیخوریم ما یک بادکنکیم. بادکنک بادکنک میگن بادکنکی هستیم فقط حواس توش به این خاطر تنها چیزی که الان آدم و هوا اول متوجه شدن چی بود اوریانی خودشون بعد از این خدا صحبت کرد بعد از این ترس ترس اولین ترسی که اتفاق افتاد تو باغ عدم بود این بدبختی انسان این بود که از اون موقع انسان سعی می کرد به هر کاری انجام بده که برای رضامندی خدا رو محبت خدا رو به دست بیاره چرا از یک درختی خوردن که اجازه نداشتن بخورن خدا گفته نخور آدم و رو خوردن نتیجهش جدایی و همینطورم هم اوریان اوریان منظور این فقط این نیست که مثلا بگیم اوریان الان قبل از این هم اوریان بودن اوریان یعنی تو به درد نمیخوری دیروزم تو حق جویان اونجا در موردش جا صحبت کردم اوریان یعنی بهترین مرسدس رو داشته باشی فقط موتور توش نیست به درد نمیخوری یعنی خودشون متوجه شدن که یه خلایی در اونش هست چون قلب خلق شده بود برای محبت خدا زمانی که این رفت یهو دیدن که الان هر چقدر هم حکمت هم داشته باشن تشخیص بدن چی خوب چی بده فایده نداره حیات ندارن برای این که خلق شده بودن آدم و هوا از دست دادن نقشه خدا آمدن بیرون به این خاطر چرا از یک چیزی از یک درختی خوردن که خداوند بهشون گفته بود اجازه نداریم بخوریم؟ و زمانی که امروز هم آمدیم جلوی اشا جلوی میز خداوند میگیم میز خداوند یعنی نه این میزش میز مال خداست میز خداوند یعنی حضور خدا اینجاست این بدن اوست این خون اوست که جلو این آمدیم این کلام خدا میگه این پیاله برکته اوپس. پیاله برکته کسانی اینجا هستن دو مال برکت هستن یا میگه که این عهدی هست زمانی که با این پیاله رو ور, میداری با خدا عهد رو میبندی شریک میشی اون موقع برکت ها میاند به زندگی تو فقط شراب نیست یا آه، آه، چیز انگور آب انگور نیست بلکه عهدی هست ما میبندیم ما در ایمان میاییم از این بدن میخوریم و از این خون مینوشیم به این خاطر در کلام خدا میگه که که با شایستگی بیاین میز خداوند یعنی خودتون رو تفتیش کنی ببینید که تو گناه زندگی میکنی منظور الان نیست الان گناه های کوچیک بلکه آیا یه تلخی در زندگی تو هست آیا برادر خواهرات رو بخشیدی آیا یک در زبان تو یک لعنتی هست بعدی برادر خواهرات رو میطلبی تردشون کردی نگاه کن تفتیش کن چون میایی در این میز خداوند من هر دفعه میگم و باور میکنم که این میز فقط یک میز نیست که ما اینجا جمع شدیم بلکه این وس شده به تخت عیسی مسیح من اینطوری نگاه میکنم عیسی مسیح روی تخت نشسته فقط در روحش مثل اینکه خودش هم اینجا توی این میز کنار این میز نشسته و همینطور که دو هزار سال پیش نون رو پاره کرد به شاگردانش داد خون پیاله رو ورداشت به شاگردانش داد همینطور این مراسم رو خودش اینجا انجام میده ما نماینده او هستیم درسته فقط من مطمئن هستم در این عشا خودش اینجا حضور داره منظوری نیست که الان عشا نباشه اینجا حضور نداشته باشه فقط الان مخصوصا یک چیزی هست که بدن یه چیزی هست که دیدنیه یک چیزی هست که میبینی یه چیزی هست که میتونی لمس کنی میگی که این عهدی هست که الان ور میدارم با او میبندم یه چیز عملیه آمین اینا روشن نشدن شما حب نداره زمانی که اشا رو میدیم روشن میکنیم و میخوام اینم درستم متوجه بشیم عزیزان چون امروز میخوایم تمرکزم همینطور زیر فیض خدا روی فیض خدا روی عیسی مسیح بذاریم و همزمانم همینطور روی اشا اشا یه چیزی نیست که ما ور می داریم اشا یه چیزی نیست ما ور می داریم هر چقدر با پاهای خودتون اینجا قدم ور می دارین اشا یه چیزی نیست که ما ور می داریم اشا به ما داده شده این اینطوری باید نگاه کنید تو نمیتونی مسیح رو در, در بیاری مسیح آمد خودش رو داد و اینجا این اشا زمانی که میایم اینجا چون خدا داده ما فقط میایم ور میداریم هیچ کسی نمیتونه اینطوری ور داره به این خاطر ما با ایمان میاییم به حضور او و با احترام میاییم به او که چه بهای او پرداخت کرده که نه فقط گناه های ما رو میخواد بشوره بلکه میخواد منو با خودش متحد یک کنه این آرزو هر دفعه ما که ما عشا میگیریم هر دفعه اینو اعلام می کنیم یک شدن با مسیح خیلی چیزایی هم چیزای دیگه هم توی دین های مختلف هم وجود داره یه مراسم های انجام میدیم شاید معنی داشته باشه معنی نداشته باشه فقط یه چیزهایی هست انجام میدن چون ان، گفته شده انجام میدن فقط این یه چیزی نیست که ما انجام فقط میدیم واقعا در روح یه اتفاق اینجا میفته گوش میکنین همینطور که در زمانی که تو توبه کردی بازگشت این تولد تازه رو به دست آوردی اونجا ایسا رو ندیدی چیزی ندیدی شاید توی آشپزخونه بود شاید توی انبار بود هر جایی که الان هست توی کلیسا بود و زمانی که اینجا آمدی و توبه کردی بازگشت کردی و باور کردی به عیسی مسیح به کار صلیب او بلا فاصله گناه های تو اونجا آمرزیده شده چرا حضور خدا با ایمان اعتراف کردی اعتراف کردی که من گناهکار هستم و در همون لحظه الان نگاه کنین دو هزار سال پیش عیسی گناهات رو بخشیده الان دریافت میکنیم دو هزار سال پیش همه چی تکمیل شده این چیز مافوق طبیعیه امروز بخشش رو دریافت میکنم نمیگیرم در... دریافت میکنم میگم خدا من دو هزار سال پیش برای این گناهایی که من از زمانی که من زنده هستم تا آخر عمر من تمام گناهایی که من کردم دو هزار سال پیش تو تمام جریمه رو پرداخت کردی و الان به وصلی چی؟ ایمان دریافت میکنم اون موقع بخشش در تو قرار میگیره گناه تو بخش بخشیده میشه هم زمانم روح القدس رو میگیریم یه چیز مافوق طبیعی عزیزان انجام میشه همه ما این معجزه رو دیدیم در زندگیمون کسانی که تولد تازه رو دارن و ایمان دارن به عیسی مسیح زمانی که عیسی مسیح از مردگان برخواست میبینیم که خودش رو اول ظاهر کرد بعد از اینم این داستانی که میبینیم که در لوقا باب 24 هم اونجا نوشته چطور با این دوتا تا های خودش در راه اماموس بود و اینجا میبینیم که عیسی مسیح همینطور اینجا با ایشان صحبت میکنه در این راه میاد و میگه که در مورد چی صحبت میکنه و شروع میکنن تعریف کردن و چه اتفاقی افتاد ما فکر کردیم اون شخصی که آمده واقعا ما رو نجات میده فقط اشتباه کردیم اینو کردیم اونو کردیم بعد از این عیسی مسیح اونجا شروع میکنه به چیز کردن تعریف کردن گفته ای بی فهما هنوز متوجه نشدین این چیز اتفاقاتی باید بیفته بعد از این زور کردن او رو زور کردن گفتم با بمون بمون چون واقعا دیدن که یه چیز حرفایی میزنه که چی میگن حیات حرفهایی که از حیات بخشه با زور کردن عیسی مسیح بعضی وقت هست که اینطوری رفتار میکنه همینطور میخواد رد بشه و اگه بذاری رد میشه و زمانی که میگیری یه خدا من ایسان مسیح خواهش میکنم بمونه من میخوام با تو من, من میخوام با تو ملاقات داشته باشم خیلی هست از این تو یک شنبه ها اینجا عیسی مسیح حضور داره عیسی مسیح میخواد با تک تک ما صحبت کنه عیسی مسیح که نگاه میکنه به تک تک شما نگاه میکنه با تمرکز نگاه میکنه تو یکی از 150 نفر یا 200 نفر نیستید تو تک هستی خدا چشمش روی تو گذاشته یا هر چقدر ما فکر میکنیم آها همه همه رو نگاه میکنیم میگیم که اصلا عیسی منو خدا منو میبینه درسته خدا تو رو میبینه خداست که من باور میکنم باور میکنم که خداست که تو رو هر یک شنبه به یک شنبه آیا مهمونایی که اینجا هستن شما رو اینجا آورده که کلام رو بشنوین که نجات پیدا کنید. هر موقع هم که ما اینجا توی کلیسامون هم میگیم که عزیزان فقط یک شنبه نیست که ما الان اینجا آمدیم دوباره به خاطر این یه شنبه است اومدیم اینجا تمام مراسم سرود بخونیم پرستش کنیم کلام بشنویم بعضی وقت هم غذا بخوریم چای بخوریم بعد از این بریم خونه نه هر دفعه که ما اینجا جمع میشیم عزیزان خدا میخواد با تو ملاقات داشته باشه چقدر تو او رو ور میداری فقط عیسی مسیح هم میاد همینطور تو اینجا نشستی از تو رد میشه و تو هم متوجه نمیشی و کنار تو یه کسی هست که نشسته پر میشه از روح قدس میگه مرسی خداوند حضور تو رو درک میکنم اونم نشستی که میگه اصلا من هیچ چیز درک نمیکنم چرا عیسی مسیح فقط او رو برکت داد تو رو برکت نداد نه چون تو رو نگرفتی در این موعظه که میکنم الان نمیدونم نیم ساعت سه رو که صحبت میکنم شاید یک کلامی باشه یک جمله ای باشه که زندگی تو رو میتونه دگرگون کنه به شرطی که گوش داشته باشی آمده باشی انتظار داشته باشی یک شنبه به یک شنبه با این دید باید بیایم اینجا نه اینطوری مثلا آخرین لحظه الان غذا خوردیم زود بیام اونجا دیگه نشستم من رسیدم ساعت چهاره خدا رو شکر بعد از این هم آخرش هم, هم اینطور میریم جلو همینطور بیریم خونه پس زمانی که واقعا آماده میریم امروز خدا من میخوام ملاقات داشته باشم اگر امروز صبح وقت بیدار شدین و حضور خدا رو جستجو کردیم اگر خدا من میخوام امروز با تو ملاقات داشته باشم امروز هم یک شنبه بعضی وقت هستند هستن قبل از اینکه بیای اینجا خدا با تو ملاقات داره و بعد از این میای اینجا با شادی با چیز میگه خدا با خدا ملاقات داشتم الان می خدا من از خدا من تشکر کنم افرادی هم هستن که میان توی کلیسا واقعا ناراحت و شاید جای خدا رو جستجو, جستجو کردین شاید کلام خونی شاید یک هفته دو هفته سه هفته یک ماه دو ماه خشکیه فقط میای انجی میگه خدا من بیا باران رحمتت رو بریز روی من من خسته شدم نمیدونم چیه فقط دعا میکنم تو بیای امروز با ما ملاقات داشته باشی مطمئن باشی اگه رد بشه تو مثل همون شاگردان رو بل نمی کنی من مطمئن هستم امروز صبح که می رفتم, رفتم صبح یک میرم برای دعا و واقا احساس کردم خدا میخواد امروز معجزه هایی در زندگی تو انجام بده شفا بده آزاد کنه نه به خاطر اینکه من موعظه میکنم یا خوب موعظهی بد موععظه میکنم به خاطر اینکه تو اینجا آمدی اشا رو ورداری اینجا خدا عیسی هم از اینجا حضور داره <applause> به این خاطر این, اشتیاق یا این آرزو باید در قلب تو به وجود بیاد که من آمدم خداوند با تو ملاقات داشته باشم مطمئن, مطمئن باشیم بعد از اینکه عیسی مسیح نون رو برداشت در همون شاگردان شاگردان اما اماوس بی خودی ننوشته شده اونجا میتونست به اونجا بگه که باشه اوکی شما رو برکت میدم دستگذاری بکنم برم چرا نوشته بعد از این عیسی مسیح آمد اونجا نشست تو خونه نگهش داشتن بعد از این عیسی مسیح نون رو ورداشت شکوند و داد و چه اتفاق افتاد؟ چشما باز شدن ممید. همون چشمایی که در باغ عدم باز شدن اوریان خودشون دیدن الان اینجا چشمای باز شدن چی رو دیدن؟ ایسا رو دیدن این منجش رو دیدن به این چیزی هست که در عشا اتفاق میفته زندگی روزمره ما باید انجام بدیم فکر نکنین الان این, فکر کنین رو باشه ماهی یک بار من میام عشا رو ور می دانم که ملاقات با خدا داشته باشم زندگی ما زندگی روزمره با خداست ملاقات با خداست در تنگی ها در فشارها فکر نکنین که باید بیاین توی کلیسا فقط خدمت کنین خدمت شما در این دنیاست زمانی که سر کار اونجا هستین نمونه میشین زمانی که یه جایی هستین که نور جهان باید باشین جایی که هست ظلمت جایی که تلخی اونجا نمک باید باشین این زندگی ما بیرونه این در اینجا فقط ما دریافت میکنین که بریم بیرون چون افرادی فکر میکنن الان من میخوام خدمت کنم توی کلیسا میگم اوکی دیگه همه در حال خدمت داریم. الان تقریبا 80 90 نفر داریم که اینجا خدمت میکنیم یک شنبه که اینجا جمع میشین تقریبا 80 نفر 90 نفر اینجا در حال خدمت هستن که اینجا روی صندلی ها نشستیم فقط میخوام درست متوجه بشیم کلیسا یه جایی هست خدمت باید بکنیم فقط اینجاست که ما کلام با کلام و خود آشنا میشیم قدرت رو میگیریم فیض رو دریافت میکنیم که از دوشنبه یا از این زمانی که از این کلیسا میریم بیرون شروع کنیم در زیر فیض خدا همینطور ادامه بدیم و در برای دنیا نور باشیم و نمک باشیم به این خاطر عیسی مسیح میگه که شما نور این جهان هستین فرزندان نور هستین و, و همینطور هم نمک این دنیا هستین تمام تلخیه های دنیا تلخی افرادی که آشنا میشیم در سردرگمی زندگی میکنه افسردگی زندگی میکنه اونجا تو نمک هستی امید بیاری یا کسانی که در ظلمت زندگی میکنن نور خدا رو بیاری این از درخشش تو از زیر فیض که زندگی میکنی شروع میکنه به درخشیدن و اینو این چیز رو این انعکاس شادی تو رو اونا میبینن امید یعنی زمانی که به صورت تو که نگاه میکنن امید میاد یا کسانی که شریر هستن حسودیش میشه یه کاری میخوام بکنن که شادی تو رو بدوزدن فقط ما غلبه یافتیم خدا رو شد فقط یه قسمت آخرم بگم چون تو عت عط عتیق ات عط عتیق چیزایی هستن که سمبولی نوشته برای عهد جدید یا این رو فکر میکنم به اندازه کافی اینجا تعلیم شنیدین نسلین خیلی در, در, این قسمت ها اینجا تعلیم های عالی داده عهد عتیق عهد جد عهد عتیق جالبش اینه که زمانی که قوم اسرائیل میخواستن از مصر برم برن, بیرون مصر نشانه برال اسارت شیطان دیوانی روهای تاریکی از روحانی نگاه بکنین بعد از این اینجا فیض و... فیز و شریعت را میخوام دوباره متوجه بشیم در عتیق ما بعضی وقت میگیم فقط, فقط شریعت بود فقط نه فیض خدا هم اونجا دیده میشد زمانی که قوم اسرائیل میخواستن از از مس بیرون بیان خدا نگفته که الان باید خوب زندگی کنی کار کارهای انجام بدین کارهای درست انجام بدین بر های خوبی انجام بدین با هم دیگه باید خوب رفتار کنین بین یهودی هم, همینطور اینطور اونجا اختلافاتی بود کینه هایی بود غروری بود فقط عیسی اینجا خدا گفته که چی؟ گفته یه بره رو بردارین یادتون هست؟ بره رو بردارین بره رو قربانی کنین و این خون رو بردارین و در ستونهای خونه های خودتون اونجا بمالین و فرشته مرکی میاد اونجا این خون رو نگاه میکنه از شما عبور میکنه سو این یه قسمت بیرونیه بیرونی یعنی فرشته میاد اینجا نگاه میکنه میگه که اینها چه کردند کردن قربانی کردن یعنی چی اطاعت کردن از خدا اطاعت کردن شاید اینجا یهودیان بودن که این کارو نکردن فقط چون این کارو کردن فرشته نگاه نمیکرد که توی خونه زن با مرد چطور رفتار میکنه بچه ها اطاعت میکنه اطاعت نمیکنن کله شخی میکنن نمیکنن یا به خدا رو میپرسن یا نمیپرسن نگاه میکنه به خون این خون برای کافی بود از اونجا رد میشد زو داخل چه اتفاقی می افتاد؟ داخل خدا گفته که این بره رو وردارین ال ده روز باید به خودشون نگه میداشتن یه مشارکتی با این بره باید داشتین م م بچه ها بازی میکردن چیز میکردن یه ارتباطی برقرار میشد خدا عیسی مسیح یعنی جالبشه خدا نمیگه که بره رو زود بکشین خیلی راحت تر زمانی که با یک بره یا به یک گوسفند هر چیزی میتونه باشه یک ارتباطی برقرار کرده یه چیزی به وجود آمده الان هر دفعه میاد اونجا نگاه میکنه میگه چه چشمش زیباست و نمیدونم چیزو همه چی اوکی نرمال زیبا بعد از این خدا میگه الان باید او رو قربانی کنی درد و بعد از این قربانی کردن الان نه فقط قربانی کردن باید, باید که اینو دقت کنید چون ربطی به اشا داره میگه که زمانی که قربانی کردین اینو همه چی رو همه چی رو درست کردین پختین و چیز کردین همه گوسفند رو باید بخورین تمام چیزهای داخلی چما رونه ها سر هر چیزی که الان این گوسفند داره باید بخورین گوش میکنین آقا چرا خدا الان دنبال این چیزهایی هست که بگه که الان باید نمیدونم کلیهشم بخوری نمیدونم کلش رو بخوری یا چه ربطی داره خدا میتونست بگه ببین رونه رو همینطور بردار خوب بخود دیگه کافیه دیگه بهتر اینجا رو بردار بخور نه خدا میگه که همه رو باید بخوریم و هیچ چیزی نباید اونجا باقی بمونه. چه معنی داره؟ همون که نگاه میکنیم که این بره همون کیه؟ همون عیسی مسیحه عیسی مسیح که روی صلیب اونجا همه چیزشو داد قربانی شد نه یه قسمتش خودشو خودش رو فدیه ما کرد و بعد از این زمانی که میاد اینجا و در عشا قرار میگیره و میگه که این بدن منه همینطور که در عهد عت عتیق گفته همه چی رو باید بخورین میگه که این من هستم همه چی یعنی توی این نون همه چیز منه تو فقط یه قسمت رو از مسیر رو نمیخوری بلکه مسیر رو میخوری این سمبول هایی هستن که باید متوجه بشیم من نمیام یه نونی و بگم که آه این بدن مسیح من میخوره این تو بدن کامل مسیح که مقدس بی عیب پاک بود اینو میخوری تو هیچ گناهی نبود هیچ عیبی ای نبود اینو میخوری و با این نون خودت رو متحد میکنیم این معنی درست که متوجه بشیم که در عشا چه اتفاقی می‌افته چه کار بزرگی است که انجام میشه چه مراسمی بزرگی چه فیض بزرگی که خداوند این پیاله فیض رو گذاشته برای ما که واقعا با قلب پاک منظور با نیت درست با فکرای درست با انگیزهای درست بیایم از این از این ورداریم و بخوریم خدا رو پرستش کنیم تشکر کنیم با احترام بیایم پیش او همینطور با احترام از طریق رفتار فقط توی قلب و شادی این فیضه که خدا من به من میبخشه در اشا ما به عیسی نگاه میکنیم که مره خداست در اشاست که مثل اینکه تو عیسی رو میخوری زمانی که بدن مسیح مخصوصا در این بدنی که الان بگیر بدن رو میخوری مثل اینکه همه چیز رو یا هر چیزی که مسیح هست اینو میخوری و جالبش اینه دوباره برگردیم تو اتقاتیق اینجا ات میگه که زمانی که این بره رو میخورین نه اینطوری تو کاناپه بشینین اونجا همه چی درست کنین لذت ببرین بخورین و راحت اینطوری چیز گفته نه کمرتون بسته باشه پاهایتو تو باید آماده باشه مثل اینکه در فرار هستی چرا چرا خدا میگه که این بره رو باید اینطوری بخورید یعنی مثل اینکه الان اینطوری این غذا رو بخورم زود فرار کنم من میگم نرمال میگم که خدا خدای ما سوله خدا باید به در این قسمت باید بگه که راحت باشین بشینین چیز کنین به چه دلیلی خدا میگه که با عجله باید این کار رو انجام بدین این نشانه اینه که آزادی تو منتظر توست تو زمانی که از این اسارت از این زندان میخوای بیای بیرون تو نمیای اینطوری من از زندان میام بیرون فرار میکنم تو نگاه میکنی این دیدبان دیدبانو میگن زندانبان ها نگاه میکنی فرار میکنی چون آزادی توست به این خاطر خدا میگه که زمانی که الان این اش این, این گوسفند رو خوردین در این حال باشین آزادی تو منتظر توست الان همینطور که ما میایم اینجا از فکر نکنین الان امروز باید بدوین اینجا نیست منظور اینه. اینه که از طریق ایمان آزادی تو منتظر توست که آزاد بشی از بیماری از درد از هر لعنت هر چیزایی که الان هست اول موعظه چی گفتم گفتم که همه چیز ربطی به ایمان داره اطاعت از ایمان من به ایمان باید اعتماد داشته باشم یعنی به کلام خدا اعتماد کنم و باور کنم و اطاعت کنم این میشه ایمان و به این خاطر امروز هم که مطمئن هستم خدا میخواد در زندگی تک تکش ما کارهای انجام بده قدرت بده شاید سالم هستی شاید میگه خدا من امروز میخوام واقعا قدرت بگیرم من میخوام حکمت داشته باشم من میخوام حکمت داشته باشم که برم توی بیرون اونجا یک نمونه برای تو باشم این نیست که خداوند الان بیا به من ثروت ثروت بده همه چی رو بده بتونم توی دنیا راحت زندگی کنم نه خدا این چیزها رو به دست میاره که بتونی بری اونجا نماینده خدا در این دنیا باشی سر کار نمونه ای باشی با یک برادری دو روز پیش که صحبت کردم گفت من یه جایی کار میکنم واقعا پاس واقعا خیلی سخته واقعا میان اونجا مسخره میکنن چیز میکنن گفته خوشحال تو باشه برادر ادوارد یه بار تو چیز کرد یک داستانی تعریف کرد گفته رفتیم توی زندان یک مردی بود که ایماندار بود به خاطر مسیح توی زندان بود گفتیم اینجا خب حال چطوری گفته ما اینجا همه،, همه, ما شاد هستیم گفته چطور شاد گفته این زندانبانا یا ما رو کتک میزنن شاد هستم منم به خاطر مسیح شادی میکنم برال همه با هم شاد هستیم اونا شاد هستن که منو کتک میزنن منم شاد هستم به خاطر مسی کتک رو میخورم همه ما شاد هستیم لذت میبریم <applause> به این خاطر گفتن که نرماله فکر نکن بیای کلیسا اینجا خدمت کنی همونجا خدمت کن برو نور خودت رو جلوی دیگران چیز به برو نمک باش برو اگه یه کسی یک مایل میخواد با تو بره الاز 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 اگر صاحب کارت به تو میگه مثلا تا ساعت هفت کار کن نه تا ساعت هشت کار کن مثال میگم اونجا کار کار زیاده زود فرار نکن آلمانی نگاه میکنن هفت باید برم فایامد حالا یه چیزی هم نگه داشتم اینو نگه میکنم میمیرن تمام شد نه و خودش هم اونجا گفته که من بعضی وقت هست که اونجا کار زیاد میمونم اونجا و خب این چیزایی هست که خدمته فکر نکن توی کلیسا الان خدمت بکنه از صبح تا شب خدمت میکنه آخر میای میگه که خداوند این چه کارهایی کرد فقط توی بیرون دهنتو میبندی نه نور هستی نه نمک هستی فقط اونجا فوش میدی اونجا نمیدونم چه کارا می. خدا میگه که تمام خدمت هایی که توی کلیسا کردی یخته <تص> مرسی ما باید واقعا درستی داشته باشیم عزیزان که زیر برکت زندگی کنیم زیر فیض زندگی کنیم میگم که عزیزم میدونم میدونم منم برای منم سخت بود واقعا سالها طول کشید که این فیض رو درست فهمیدم شاید من الان میترسم بگم که می فهمیدم چون بعد از یک سال یهو میبینم که نه فکر کردم فهمیدم الان میفهمم نمیدونم فقط سعی میکنم هر روز هر نیازی دارم هر چیزایی که احتیاج دارم نمیرم الان از دنیا بعد که خودم در این قسمت احتیاج دارم در این قسمت احتیاج دارم اونجا مثلا وقت برای کم برای دعا میذارم در این قسمت باید قوی تر بشم فقط میام پیش تو میخوام به من این فیض رو به قدرت رو میخوام دریافت کنم که بتونم این کارو بکنم یا این کارو بکنم این میشه یه چشمه هست یه جایی هست که واقعا میتونیم بریم اونجا دریافت کنیم و بتونیم منتقل کنیم خود عیسی مسیح در یوحنا باب 6 آیه 51 میگه من هستم آن نان زنده که از آسمون نازل شده هر کسی از این نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند نانی که به نانی که من برای حیات جاودانی میبخشم 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 بدن من هست عیسی به ایشان گفت آیه 53 آمین آمین به شما میگویم که تا بدن پسر انسان رو نخورید و خون او رو ننوشید در خود, در خود حیات ندارید سخت عزیزان ما انسان خور نیستیم که فدیسا هم برای بدن برای این گفت اشا رو چیز میکرد چون بعد از این میبینیم که خیلی, اف خیلی افرادی بودن شاگرداری عیسی مسیح بود که عیسی رو ترک کردن رفتن گفتن این, این کلام خیلی سخته نمیفهمیم اکثریت شاگردان عیسی مسیح رو ترک کردن رفتن چون زمانی که خدا صحبت میکنه واقعا یه چیزی جدی هست واقعا تو رو تکون میده بعضی وقت ما چیزای نمیفهمم بعضی وقت چیزهای نمیفهمم فقط میدونم مشکل اون نیست مشکل منم سب باید بکنم که مکاشفه بشه برای من و بعد از این میگه که هر که بدن من رو بخورد و خون من رو بنوشد حیاتی جاودانی دارد و من در روز بازپسین او رو برخواهم خیزانید زیرا بدن من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی آشامی حقیقی هست کسی که بدن من رو بخورد و خون ما رو بنوشد در من ساکن می, می شود و من در او چرا عیسی مسیح اینطوری اشاره میکنه به بدن من؟, من نان این دنیا هستم هر کسی منو بخوره حیات جاودانی رو داره هر که بدن منو نخوره و خون منو ننوشه در خودش حیات نیست در مورد اشا صحبت میکنه عزیزان زمانی که ما عیسی مسیح رو عنوان خداوند قبول میکنیم عیسی مسیح میاد در قلب ما قرار میگیره یا حیات جاودانی رو به دست میاریم فقط برای زندگی کردن اینجاست که ما باید از ایمان اطاعت کنیم و همینطور هم در اشا شرکت کنیم زمانی ما کلیسای آلفا امگا اون موقع امگا نبود کلیسای فارسی زبان هامبورگ بود که شروع کرده بودیم ما هر سه شنبه هر سه شنبه ما تعلیم داشتیم پرستش داشتیم و اشا داشتیم هر سه شنبه روزه بودیم یعنی کلیسا این کلیسایی که الان جا ساخته شده یعنی الان جا روی میسا روز سندلی نوشتی فکر نکنین که بدون عرق بدون درد بدون مشکل به وجود آمده دو نفر سه نفر ده نفر پونزه نفر هر سه شنبه سه شنبه منم با این فارسی و موقع خیلی قاطی پاتی میکردم خیلی من نمیتونستم فارسی رو درست صحبت کنم فقط خدا کار خودش انجام داد هر سه شنبه روزه هر سه شنبه تعلیم هر سه شنبه عشا اینطوری ساخته شده اون نسل اولم بود و خیلی اشتباهاتی بود خیلی چیزا منم اون موقع الان شبارم اینطوری نبودم من فقط اینطوری که شروع شد من تازه پنج سال ایماندار بودم اینطوری خدمتمون شروع کردیم و در چیزی که نگاه میکنیم اعمال رسولان که نگاه میکنیم میبینیم که هر روز این چیه هر روز با هم نان رو پاره میکردن هر روز اون زمانی که روی قدس آمده بود کلیسا به وجود آمده بود هر روز با هم مشارکت داشتن هر روز اشاره رو برداشتن چون معنی اشاره رو فهمیده بودن خدا رو شکر الان نسرین الان توی جلسه خواهرها هم اینا گذاشته که ماهی یک بار اینجا با هم عشا دارن یا گوش کردین خدا رو شکر منم فکر کردم در, در مورد برادرها فقط راستش بگم من گفتم که نمیخوام یه چیزی ل... چی میگن لوس بشه یا مثلا آها الان ما هم باید یه کاری انجام بدیم نمیدونم خواهرا شاید بیشتر آمادگی رو دارن از این برادرها که اونجا بیشتر ثابته فقط الان خدا کارایی کرده در بین برادرها که الان اینجا جمع میشن و یواش یواش کارایی هم انجام میده شاید اونجا بخوایم بتونیم این کار رو انجام بدیم شاید واقعا باید دعا کنیم شاید هم خدای دعایت کنه که واقعا هر, هر چهارشنبه یا هر پنجشنبه ما عشا ورداریم که چون معنی عشا رو که فهمیده باشیم میتونه واقعا توی زندگی ما چون زمانی که میخوام بیام عشا رو بردارم واقعا باید اول تفتیش کنم الان زمانی که میبینم علی یه برادر یه خواهر یه کینه ای دارم میتونم حداقل یه هفته دو هفته سه هفته توی قلب من بچرخونم فقط <applause> زمانی که میام اینجا میخوام عشا بگیرم نباید توبه کنم یا yeah. سو yeah? هر هفته که این کارو بکنه زود در این خونمون دائما چی میشه تغذیه میشه چون این خون خون مسیح است که ما می نوشیم آخرین آیه رو بخونم بعد از این وقت بذاریم برای اشا اینجا میگه که در اول قرنتیان باب ده آیا پیاله برکت که آن را مبارک میخوانیم پیاله برکت مبارک میخوانیم شریک شدن در خون مسیح نیست شریک شدن با نگفته خونه عیسی خود مسیح نیست یعنی زمانی که خونو اینجا این اشا رو برمی خون رو می داریم با خون عیسی متحد میشیم گوش میکنین به این خاطر کلام خدا میگه اگه ناشایسته ور میداریم مریض میشیم حتی افرادی هستن که مردن چرا این خون مسیح خون قدوسیه میاد در یک خونی که پر از تظاهر دروغه تو رو میکشه مریض میکنه و ما این تجربه رو با نسلین داشتیم تو کلیسای گلوکش راسه بودم یه کسی واقعا خیلی برال ناشایسته خیلی بدطوری چیز کرد آه. نه فقط مریض شد بلکه روانی شد گوش کردین روانی شد چون ناشایسته ورداشت بعضی وقت هست که واقعا ما من بعضی وقت دعا میکنیم بگیم خدا من واقعا افرادی هم هست که شاید نادان هستن نادان منظور من ناآگاه هستن ناآگاه هستن و نمیتونن خدا من فیض ببرش خدا من خواهش میکنم من علوم سن علوم میکنیم که هیچ بلایی روی سر شما نیفته پرال آیا پیاله برکت آن را مبارک میخوانیم شریک شریک شدن در خون مسیح نیست و آیا نانی که پاره میکنیم شریک شریک شدن در بدن مسیح نیست از آنجا که نان یکی هست گوش میکنی کلیسای خدا خانواده خدا از آنجا که نان یکی هست ما نیز که بسیاریم یک بدن هستیم زیرا همه از یک نان بهره میابیم یک تن هستیم یک بدن هستیم زمانی که اینو میخوریم به این خاطر باید بین ما آشتی باشه بین ما هیچ اختلافی نباید باشه من فکر میکنم و امیدوار هستم حال ما این موضوع اشار رو فهمیده باشیم موضوع فیض رو باشیم. فهمیده باشیم که ما زیر فیض زندگی میکنیم عیسی مسیح ما رو از شریعت آزاد کرده تو احتیاج نیست کارهایی برای خدا انجام بدی که بیشتر خدا تو رو دوست داشته باشه خدا تو رو دوست داره همینطور که هست هستی و زمانی که باور میکنی عیسی از سر عنوان خداوند قبول کردی او در توست و تو در او هستی در زیر فیض باید یاد بگیریم زندگی بکنیم و هر نیازی هر چیزایی داریم میتونیم بیایم از،, از این در این مراسم اشا برداریم متحد بشیم با او همینطور که گفتم از زمانی که من میام و زمانی که میگم من احتیاج به یه چیزی دارم هر چیز مثبت دیدم که در این قسمت خدا بهاش رو پرداخت کرد این بدی منو ورداشته که منم به من الان خوبی خودش رو بده خدا خودش خم شد که منو بلند کنه متوجه هستین میخوام درست متوجه بشین تو رو بلند نمیکنه به خاطر اینکه خدا میگه, میگه تو رو بلند میکنم خدا میگه عیسی میگه چون من خم شدم الان میتونم تو رو بلند کنم در همه قسمت ها هر چیزی که ما میخوایم دریافت کنیم بهش عیسی مسیح نگاه کنیم که او برای تو چی شد که تو چه چیزی, چه چیزی به دست بیاری آمین